اینجا اومد با من صحبت کرد، گفت فلانی من دوست ندارم این زندگی رو، که فقط صبح بلند شم زندگی کنم تا شب، دوباره صبح بلند شم زندگی کنم، من میخوام یه کار بزرگ خلق بکنم برای کشور. ایشون یه جمله به من برگشت گفت که تا روز آخری که ایشون رو دیدم واقعا داشت به اون عمل میکرد، گفت فلانی برو اون کاری انجام بده که هیچ کس حاضر نیست انجام بده، یا به خاطر سختیش یا به خاطر زحمتش. خیلی فراتر از فعالیت یک نفر فکر میکرد، یعنی همیشه میخواست یک کاری انجام بده که برابر هزار نفر در حقیقت تاثیرگذار باشه روی دشمن. در همون دهه 70 که آمریکا در حقیقت اون تهدید نظامی خودش رو جدی میکنه در مقابل ایران، حالا یکی از اون اقدامات بازدارنده جمهوری اسلامی رو همون رزمایشی بود که تو بندرعباس انجام میشه، ما همین موشک رو به 600 به هر حال از داخل تو رزمایش پرتاب شد به سمت هدف فرضی اینا، یک نمایش قدرت اونجا باعث شد اونا موضعشون رو کاملا تغییر بدن. اسرائیل و آمریکا هم روی بالا بردن توان دفاع ضد موشکی خود تلاش میکنن. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل امروز در گزارشی نوشت اسرائیل به تازگی بهینه‌سازی‌های مهمی در سیستم دفاع ضد موشکی خود ایجاد کرده است. این بهینه‌سازی‌ها با کمک‌های قابل توجه فنی و پولی آمریکا امکان پذیر شده است. یک روز دنبال این بودن جلوی فروش موشک رو به ما بگیرن. بعد که ما به فناوری ساخت موشک دست پیدا کردیم، بالاخره زیر مجموعه‌های از این میومد ایران مونتاژ می‌شد. دنبال کردن جلوی اینها رو بگیرن. رسیدیم به شرایطی که دیگه مواد اولیه مثلا تهیه میکردیم، رفتم مدیریت کردن جلو اونم بگیم. ما الان از معادن خودمون مواد استخراج میکنیم، تبدیل به در واقع مسالهی میشه که اینها میاد میشه موشک، طبعا کاری نداریم به خارج. یعنی اونها از نقطه ورود موشک جلو رو گرفتن، الان دیدن دیگه خب نمیشه، دیگه فناوری بومی شده. سالیان سال به دنبال این بودن که موشک ها رو در نقطه شلیک بزنن، دیدن که ما کارایی کردیم که تو این نقطه دیگه خیلی میشه کاری. یه مدت به فکر جنگ ستارگان افتادن، گفتن این موشکه رو در نقطه عطف ما میزنیم، در فضا میزنیم، در اون نقطه‌ای که میرسه به نقطه اوج و سرعت عمودیش تقریبا صفر میشه، میخواد برگرده بیاد، که خب دیدن از اینای وحشتناکی داره و تقریبا یه کار نشدنیه. حالا دیگه رفتن تو نقاط اصابت وایسادن، منتظرن موشکای ما رو اونجا بزنن. مایی که از تولید ساخت موشک در واقع شروع کردیم و اونها جلوی ورود رو گرفتن، امروز اینها رو هولشون دادیم، رفتن در نقاط اصابت قرار گرفت و خودشون میدونن توی این بخش موفق نیستن، چون که ما که بیکار نیستیم که، برای اونجا هم لابد فکر کردیم. رئیس جمهوری اسرائیل برای دومین بار در دو روز ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. شیمون پرایس به یک روزنامه اسرائیلی گفت حمله به ایران بسیار محتمل است. آقای پرایس این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که در مصاحبه با یک شبکه خصوصی اسرائیلی گفته بود احتمال حمله به ایران جدی و جدی‌تر شده است. ایشون هم برای خودش هم برای کسایی که باش کار می‌کردند خیلی شفاف و واضح بدون هیچ ترس واهمه سیاسی کاری میگفت ما بالاخره یه روز اسرائیل رو نابود میکنیم. این جمله رو شب آخر ازش شنیدی. مفهومش این نیست که من تهرانی مقدم این کارو میکنم، اما این روشی که من بنیان گذاشتم منتج به نابودی اسرائیل میشه. اینو انقدر محکم میگفت اصلا شما نمیتونستی به خودت اجازه بدی در کلام ایشون شک کنی. ما بالاخره اسرائیل رو نابود میکنیم، یادم مشتش هم گره میکرد میگفت. و اواخر سال دهه 70 در واقع وقتی موشک شهاب ست هست میشه، اینجا در واقع اون رؤیاها و آرزوهایی که حالا حسن آقا داشت و همکارانشون دوستان همرزمشون داشتن وقتی با اون تست موفقیت آمیز به ثمر میشینه، در واقع اون هدف اصلی تعمیم میشه. GC in Iran tested. It's Shahab 1 and Shahab 2 missiles. There we have takeoff of that missile. This is the launching of the Shahab 3 missile, which is a long-range missile reportedly ranging between 1,300 to 2,000 kilometers. This is the third phase in باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا اخیراً در مصاحبه ای گفت اسرائیل میداند که وقتی امریکا از روی میز بودن همه گزینه‌ها علیه ایران میگوید بلوف نمیزند.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در مواجهه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تمامی گزینه‌ها از جمله حمله نظامی همچنان روی میز است. وی هشدار داد در صورتی که ایران به مذاکره باز نگردد با امکان اقدام نظامی آمریکا روبرو خواهد شد. تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. این را ثابت کرده ایم. ملت ایران این را به اثبات رسانده است. اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت‌های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران رو تهدید کنند. ما در مقابل تهدید می‌کنیم. موشک ساده زمین به زمین بیش از 30,000 قطعه داره که شما این قطعات رو باید خوب طراحی کنید، خوب تولید کنید، خوب تست کنید، خوب مونتاژ کنید. ایشون همواره دوست داشت در داخل پژوهشکده می بود، همیشه علاقه مند بود در مراکز تحقیقاتی میتونست وقت بگذره و توان بگذره. با هم رفته بودیم کوه، به من میگفت، خاطرم هست، میگفت فکر میکنی هدف من اینه که این محصول رو روی زمین بیارم، حالا شما فرض کنید موشک رو بسازم، هدف من اینه که یه متد، یه روش به وجود بیارم، با استفاده از این کاری که انجام میدم، با استفاده از این محصولی که انجام میدم، این روش رو به صورت موفق پیاده کنم، بعد اینو تو دستم بگیرم و بگم اداره کشور اینجوری باید باشه. اون سابقه علمیش بر همه بخشای دیگرش میچربید. اگر تو قضیه علمی هم یه کتاب میدادی میخوند، اینجوری نبود که کتاب رو برای شب امتحان بخونه، امتحان رو داد کتاب بذار کنار. نه، اون چیزی که اون کتاب یاد میگرفت میخواست بره همه رو اجرا بکنه. یکی آرزوهاش واقعا این بود که یه روزی برسه که توی یه پرتاب بتونه دانشجوها، اساتید، کسانی که تو این فن و حرفه هستن رو جمع کنه، بهشون نمایش بده. واقعا معتقد بود این اثری که توی کشور میذاره، توی جامعه علمی میذاره، بسیار بسیار بیشتر از اینه که یه نمایش تلویزیونی ما فقط از این کار داشته باشه. دو سال پیش بود که یه اتفاق خیلی ناگواری افتاد و توی آمریکا قرآن رو آتیش زدن. من خاطرم هست که اون روز ما وارد اتاق ایشون شدیم، دیدیم چراغا رو خاموش کردن و خیلی تو فکر بودم. ایشون برگشت گفت که تا اون زمانی که ما در موضع قدرت قرار نگیریم اینها ما رو تحقیر میکنن. از اینکه جنگ تمام شد آقای مقدم
رفت دنبال کاری که گفته بود. مثلا یکی از کاری که ایشون میگفت همش میگفت من میخوام یه موشکی درست کنم که نقطه بزنه. میخوام یه موشک درست کنم یه کشتی بزنه. میخوام کروز درست کنم. و همین مقطع دهه 70 ما از نظر کمی وقتی رشد میکنیم اینجا در واقع همون تنوع بردها و سامانهای موشکی مورد نظر حسن آقا قرار میگیره. یعنی ما برد 1200-1300 کیلومتر برای هدف اسرائیل که بتونه اون نقش بازدارندگی رو جدی ایفا بکنه، خب بهش دست پیدا کردیم. اما بین برد 1000 تا برد 500-600 یه خلأ وجود داره. حتی راجع به اینم به اصطلاح ایشون تدبیر کرد که بتونه مثلا این خلأ بردی بین 600 تا 1000 هم پر بکنه که با موشک قیام در واقع این خلأ رو تونست به اصطلاح پر بکنه. در خلیج فارس ایشون ابداعی رو داشتن، طوری توش برنامه ریزی کرده بودن، طراحی کرده بودن که اگر یک زمانی دشمن بخواد به این آبهای نیلگون خلیج فارس بخواد چشم طمعی داشته باشه، به راحتی میتوانستن پاسخ دشمن رو بدن، حتی دشمنانی که اونها رو تو اون منطقه حمایت میکردن. موشک خلیج فارس رو با دقت 30 متر موقعی که ما میتونیم این رو به شناور متحرک بزنیم احساس میکنه موفقیت خیلی بزرگی به دست آوردیم. بله، خب با دومی تست بعد این رو حضرت آقا میفرمایند که دقت اینو که تونستید به 30 متر برسونید عالیه، ولی خواسته من اینه که این رو دقتش ببرید بالا، بکنید زیر 10 تا 15 متر، کمتر از 6 ماه کارشناسان ما این رو میارن به دقت 8.5 متر خطا. هدفی رو که امروز استفاده کردیم 0.1 سطح مقطع اهداف شناوری بزرگ مثل ناو و هواپیمابر رو داشت. با عملیاتی شدن این موشک ها در واقع شمارش معکوس پایان مأموریت قایق‌های توپدار کشورهای فرامنطقه‌ای کلید زده شد. میخوام یه موشک درست کنم که بتونه ماهواره بفرستم با این هدف که بتونم اول ماهواره پرتاب کنم بعد انسان. میدونید این هدف خیلی بزرگه. یعنی دست زد روی موتور، موتور موشک گفت که به من گفت که فلانی، گفتم چیه؟ گفت این باید ماهواره ببر هوا. ببینید شما تو اون سال، تو اون سال چند نفر تو ایران ایده ماهواره میگذاشتن؟ چند سال بعدش این ایده محقق میشه؟ 16 سال بعد با تلاش کی؟ ما صاحب تکنولوژی هوافضایی، تکنولوژی هوافضا حاصل خواسته آقای مقدم و پافشاری بر این خواسته بود.
میکنم تنها جای دست نخورده کشور های سابق جمهوری فضاست. یعنی در اصلت برخی از کشورها مثل ایران وارد عرصه فناوری و تولید چرخه سوخت هسته‌ای شده. اینا احساس میکنن یواشواش فناوری هم داره از دستشون خارج میشه و اسباب و سیادت و آقایی و بزرگیشون دنیای به ترتیب دارن از دست میدن. به این آخری خیلی محکم چسبیدن. ما برای اینکه وارد این عرصه بشیم در پیروه خدشکنی دانشمندان جوان ما در عرصه فناوری های هسته‌ای، در عرصه فضایی اومدیم نخبگان و کسانی که صلاحیت های علمی و اجراییشون و تحقیقاتیشون بر ما اثبات شده بود جمع کردیم به عنوان که تجربه کنیم که آیا میتونیم وارد این عرصه بشیم یا خیر. دانشمندیش اینه که نه تنها یک سری محقق رو میتونه دور هم جمع کنه و از نتیجه تحقیقاتشون محصول به دست بیاره، بلکه خودش یکی از مهمترین و اصلی‌ترین محققات تو کار خودش بود. محیط‌های دانشگاهی ما آقای مقدم سوال‌هایی داشت هیچ کدوم نمی‌تونستن جواب بدن، او خودش باید ایجاد می‌کرد. اون قصه‌ای که ایشون کار می‌کرد روش و می‌خواست نتیجه بگیره، شاید 10 سال تو کشور روش داشت تلاش می‌شد، ولی به خاطر این اعتمادی که می‌کرد به زیر مجموعش، به خاطر این توکل و توسلی که خودش داشت، کاراش خیلی سریع جواب میداد، یا بار اول یا بار دوم حد اکثر نتیجه میگرفت. ما آمده بودیم روی قطعه 6 ماه مطالعه کرده بودیم روی مجموع، 6 ماه دوستان این و اون و مطالعه کرده بودن، تحلیل اینا. حاجه آمد یه چیزی میگفت بابام این بازم ما جلوتر، خیلی عجیب بود برای ما. رشتش متالورژی بود، توی زمانی مشکلی که برامون پیش اومد در زمینه شیمی بود. ایشون ما یه فضایی رو داشتیم نمازخونه بود، نمازخونه رو منتقل کرد به جای دیگه، اون فضا رو کرد آزمایشگاه، کجا تو ساختمون اصلی که مهموناش می اومدن و اینها. خودش رفت اونجا با دو نفر از در واقع عزیزانی که توی این حادثه هم شهید شدن، شروع کردن رفتن تو آزمایشگاه و انقدر نمونه زدن، انقدر نمونه زدن، فکر میکنم نزدیک 5 ماه 6 ماه ایشون تو آزمایشگاه بود. صبح میرفت یه سری جلسات رو برگزار میکرد، بعد میرفت تو آزمایشگاه، اینقدر نمونه زدن تا اون محصولی که مد نظرش بود و به دست آورد. هر جایی که دفتری قرار میداد دفتری داشت، کنارش یه آزمایشگاه تخصصی ایجاد میکرد. اول آزمایشگاه تخصصی رو ایجاد میکرد، به ظرفیت میرسون، بعد دفترش میومد میرسید دفترش کار میکرد. میگفت که اگر مسیر دنیا در زمینه رسیدن به محصولات فضایی مسیر 40 ساله بوده، خب ما هم اگه بخوایم اون مسیر رو بریم، خب 40 سال طول میکشه دیگه. ما بعد از راه میانبار استفاده کنیم، مسیر خودمون، مسیر بومی خودمون. گاهی من میدیدم بعضی دوستان به شوخی یا جدی به ما میگفتن آقا حسن، آقا مثلا این کار بابا چی داری میگی شما، این کار 50 سال دیگه. میگم حرفا چیه؟ ما باید این کارو خیلی کوتاه مدت انجام بدیم و ما میتونیم. هدف رسیدن به تکنولوژی از روش های میان بود. تزه حاج آقا همین بود که ما روش خودمون رو بریم تو میدون خودمون بازی کنیم. این چیزی هم بود که از جنگ را گرفته بودم و میرفت و واقعا میشد. میرفتیم معمولیت تو کویر نوردی، میرفتیم شناسای کار خودمون، میگو شب تو کویر میخوابیم. با ما الان ما تو 100 کیلومتری، ما 50 کیلومتری، ما شهر هست، هتل هست، فلان هست، امکانات رفاهی هست. و نه، شب تو کویر میخوابید که هم سرمای کویر رو با تمام وجود لمس کنید، هم فردا بچه مردم میاد اینجا، ما بدونیم این ادارش شرایطی هست، از الان به فکر امکانات رفاهی اونا باشیم. نسل‌های مختلفی که با شهید تهران مقدم کار کرده رو نگاه کنین، ایشون از اون زمانی که تو توپخانه بود، بعد رفت توی عملیات موشکی، بعد رفت قسمت‌های دیگه و آخر که به سازمان جهاد خودکفایی رسیدن، هر جایی که جا رو عوض کردن نسل همراهشون عوض شد. یعنی وقتی میدید اون مجموعه به بلوغ رسید دیگه خودش میتونه اون راه رو طی کنه، اونجا رها میکرد، شروع میکرد به یه مجموعه جدید ساختن.
این پدر موشکی بودن این واقعیه، یعنی چند نسل رو ایشون پرورش داد. حالا ما دیگه آخرین بازماندگان بودیم. هر چی که داشت رو به شما منتقل می‌کرد. مثلا به آقای شفیع‌زاده همه دانش توپخانه رو، با اینکه خود آقای شفیع‌زاده استاد بود، هر چی که داشت رو بهش منتقل کرد. متاسفانه ما تو محیط‌های دانشگاهی هم می‌بینیم بعضی اساتید ما خیلی خوبن، خیلی مولان، خیلی فاضلن، خیلی دانشمندن، اما متاسفانه توان تربیت مثل خودشون رو ندارن. این ضعفه. و شاید مقدم این ویژگی رو داشت، میتونست تربیت کنه، همکاراش رو خیلی راحت عوض میکرد، یه سری آدم جدید میآورد تا بتونه اینا رو هم پرورش بده، اینا رو هم آموزش بده که اون کار زمین نمونه. خانواده ها رو جمع کرد و گفت که این کاری که همسرانتون دارن میکنن ارزشش رو هیچ کسی الان نمیفهمه، تا روزش باید برسه. روزش که فرا رسید همه متوجه میشن که چه اتفاقی تو این کشور داره میفته و شما سهیمین توی به شدت. در واقع ایشون تشکر کرد، من خاطرم هست، از خانواده، و یه کار عجیب کرد. یکی از آزمایشه که انجام داد و به خانواده ها نشون داد. این در واقع حرکت ایشون باعث شد که چقدر همراهی خانواده ها بیشتر بشه. من خاطرم هست حتی یکی از در واقع خانواده یکی از همکارای ما برگشت به حاجی گفت که حاجی من تو قبل از این فکر میکردم که شوهرم توی شرکت لوله سازی کار میکنه. وقتی که ایشون آزمایش انجام میداد و اون نتیجه که مطلوب بود میرسید، خب خیلی صحنه های زیبا و شادی در واقع به وجود میاد. همدیگر رو بغل میکردیم، گریه میکردیم بعضن. خب زحمت چندین ماه دوری از خانواده، سختی کار، استرس، نتیجهش مثبت بود. خیلی جالب بود. من یادمه که شاید بیشتر مواقع وقتی که تست موفق بود، آزمایش موفق بود، ایشون این جمله هازا من فضل ربنا رو میگفت، یعنی سریع ارجاع میداد به بالا موفقیتو، حتی مهلت نمیداد یه ذره شما مغرور شی، یه خورده لذتشو ببری، نفستون احساس رضایت کنه از این اتفاقی که افتاده. سریع یا این آیه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم همیشه میگفت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. الا بچه ها به قول علما میگن این است و جز این نیست، تاکید مؤکده بچه ها. هیچ نصر و پیروزی بچه ها نیست الا اینکه جانب خدای عزوجل باشه. و امروز بچه ها خدای عزوجل بزرگی و عزتش رو تابوند نقاط کور، نقاط سیاه، نقاط نادیده رو خدا به فضل بزرگش روشن کرد و عزتش رو تابون بر شما. الحمدلله رب العالمین. همواره برای اون کسایی که باشون کار میکردن، مسئولین، کارشناسا، متخصصین، نقطه نشانی های معلوم میکرد و همه رو تحریک میکرد، دنبال میکرد که به خودشون به این نقطه برسونن. و موقعی که به این نقطه میرسیدند، مثلا فرض کن موشک شهاب یک ساخته شد، بلا فاصله طرح بعدی رو رو میکرد. اینطور نبود که به ایستگاه اول برسیم دیگه بگیم خب تمامه. بالاخره هدف اون قله بود که تو ذهن ایشون بود. به ایستگاه های بین راه اکتفا نمیکرد، قانع نبود. تکنولوژی هایی که آمریکایی‌ها انجام داده بودن برای یه حوزه خاص در آورده بودن، یه سری کارهایی که روسا انجام داده بودن در آورده بودیم، یه سری کار چینی‌ها هم در آورده بودیم. بهشون نشون داده گفتم اینا این کارو کردن، اینا این کارو کردن، اینا این کارو کردن. خیلی جالب بود. از این اطلاعاتی که بهش میرسید دو تا برداشت میکرد. یک، این کار شدنیه، چون یه بنی بشر، یه آدم تو این کره زمین کار انجام داده، قطعا ما میتونیم انجام بدیم. دو،
ما از اونا بهتر میتونیم انجام بدیم، چون اونا از رحمت عام الهی دارن استفاده میکنن، ما از رحمت خاص خدا برخورداریم. ببین اون شاید بعد 10 تا تست بزنه تا اشکالی که تو کارش هست رو پیدا کنه، ولی شما تو کار ایشون قشنگ لمس میکردی به خاطر اخلاصی که خود ایشون داشت. مشکلی اگه قرار بود پیش بیاد، اشکالی اگه تو کار پیش میومد، میومد جلوی چشمت، قشنگ میدیدیش، رحمت خدا رو احساس میکردی. اگر مسیری که نظر ولی و دعای ولی پشتش باشه، انتهاش فتح و نصرت الهی رو حتما ما خواهیم داشت، الا اینه که ما لیاقتمون در مسیر دست بدیم، حب دنیا ما رو بگیره، سختی کار ما رو از پا در میاره، به یه عبارتی لیاقت از ما سلب توفیق بشه. وگرنه بنده به شما عرض میکنم با قاطعیت تمامتر، من عزت پیروزی و نورانیتی توی مسیر میبینم که هم باعث شکوفایی و نورانیت زندگی دنیا و هم انشاءالله این کار به عنوان یک صدقه جاریه دست ما رو در آخرت انشاءالله خواهد گرفت. بیه دلیل امتثال امر ولیست. هر جایی به مشکل برمیخورد یه توسل به حضرت زهرا میزد، دو رکعت نماز میخوند، 10 دقیقه میرفت پیاده روی فکر میکرد، میومد راهکار مشکل رو پیدا میکرد. عزت ما، همه توفیق ما، همه بزرگی و مجد ما نوکری اهل بیت و نوکری در ظل نام این خانم بزرگ دو جهان. روز آخر بودش حاج آقا، حالا هفته آخر حاج آقا نشستم، گفتن که حالا یه ذره بره جلوتر سر یه پیچ همتون رو جمعه میزنم. جمعه روز قبلش من و مادرم رفتیم نماز جمعه، حاج حسن آقام اومد، ما ستایی پلو هم بودیم. حاج حسن آقا به مادرم گفت، اون دوست دیگه‌ای که معاون حاج حسن آقا بود او هم به مادرم گفت، گفت مادر ما یک کار بسیار بزرگی داریم، دعا کن ما رو، دعا کن. 3 بار از او خواست که دعا کنه. از پلوی ما و مادر ما که رفت، مستقیم رفت توی پروژه، حتی پلو خانوادش هم نرفت، یعنی آخرین دیدار ما بود با حاج حسن. تجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملارد استان تهران، صدای این انفجار به حدی بود که در اکثر مناطق استان البرز و حتی تهران شنیده شد. در انفجار امروز در مرکز جهاد خودکفایی سپاه، سردار حسن تهرانی مقدم از سرداران دفاع مقدس و مسئول جهاد خودکفایی سپاه و پژوهشگر دانشگاه امام حسین علیه السلام که در زمان حادثه در محل بود به شهادت رسید. یک روز جمعه در سال گذشته آقا تصمیم گرفتن بیان به بازدید از این مجموعه و خودشون هم دیشب خاطره این دیدار رو فرمودن و نکته جالب در این دیدار این بود که آقا دستی بر شانه این شهید گذاشتن، فرمودن که تا کنون هر قولی رو که حاج حسن آقا به ما داد وفا کردن. 2-1 کارش هم ناتمام نمونده، کارش رو تمام کرد، کارشو تمام کرد و رفت. الان اگر کسی بیادش باید اون کارو برداره چیکار کنه؟ تولید کنه. همه دانش این کار انجام شده، حالا شما بیا تولیدش کن. شما نگاه کنید ببینید که وقتی که شهید مطهری شهید شد، شهید بهشتی شهید شد، بله یه همچین شخصیتی دیگه توی جمهوری اسلامی تکرار نشد. ولی آیا کار جمهوری اسلامی خوابید؟ نه. قضیه موشکی هم همینه. ممکنه حسن تهرانی مقدم در حال حاضر، واقعا میگم، واقعا اعتقاد خودم اینه که به صورت فیزیکی، نه اینکه عنایتش نیست، نه اینکه شهید زنده نیست، در بین ما نباشه، ولی آدم‌هایی هستن که اون راهو ادامه میدن و اینو ان شاء الله جامعه ما خواهد دید. میبینن که اون چیزی که ایشون دنبالش بود، اون روشی که ایشون دنبالش بود پیاده خواهد شد. Thank you.
همه مون مصیبت زده هستیم بخاطر انجام بدن. اگر مواجهه با این شرایط شدن، شرایط عادی باید براشون باشه. وقتی که بچه ما در شرایط آفتابی میخوایم یا هوای خوب صعود کنیم به هوای بد میخوریم، شرایط برای ما میشه شرایط دشوار و سخت. ولی وقتی از اول خودمون رو تنظیم کرده باشیم برای صعود در شرایط سخت، به این جبهه برخورد کردیم، بس وضعیت عادی خودمون رو ادامه میدیم. پس بچه ها رو اینجوری کاملا توجیه میکنه. وحشت هزینه میکنه. در واقع اگر بشه با درایت باش برخورد کرد، شرط سخت رو میشه راحت عبور کرد و موفقیت با موفقیت بتا فوز رو انجام داد. خدا علمشو میده، راه رو نشون میده، قدرشو میده، خطرات رو حفظ میکنه، دست اون میگیره، محبت اون میندازه، اون رو داریم بچه‌ها، اون قدرت اونه.